بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، درباره ما، رب شناسی. صفحه 6. ای عزیزان در بند جور و جفا، ای عاشقان سوخته نیمه راه، این قدرها هم نیست ایشان بی وفا. گهگاهی می آید سراغ شما، سرودی زان عشق برباد رفته می سراید، اندوه برباد رفتگی می زداید. سرمقاله. هدف این نشریه: عشق به معرفت و حقیقت ذاتاً دارای رسالت است و به همین دلیل نخستین عاشقان این وادی همان انبیای الهی بودند، چرا که خداوند انسان را به قصد شناخت و پرستش او آفریده است. پس این عشق یک حق وجودی در ذات انسان و جهان است. حاملان این عشق از سودای ریاست و سیاست و معیشت در این قلم رو بیزارند و لذا مجله الکترونیکی یک برکت و موقعیت خارق العاده است، البته به شرطی که ویروس ها به سراغش نیایند. انگیزه ما در این نشریه چیزی جز درد معرفت و هویت نیست و نیز دردهای بیدرمان جسمانی و روانی و اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی عصر جدید و بنبست‌های فزاینده قلمرو به دین و دانش و فن و مدنیت مدرن و نیز بنبست‌ها و دردهای ویژه جامعه ما که در بسیاری موارد منحصر به فرد است و جز از طریق خودشناسی علاجی ندارد. همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید: هر که خود را شناخت مشکلش حل شد و هر که خود را نشناخت نابود شد. بنابراین این نشریه از روی شکمسیری و امراض سیاسی و عقده‌های هویتی پدید نیامده است و به راستی هدفی جز فهم مشکلات و علاج آنها و یافتن راه نجات از این نابودی مدرن نداریم. بنابراین پروازه هست آنان که از دردها و بنبست‌ها و بدبختی‌ها و تباهی تغذیه می‌کنند، نخستین ویروس‌هایی هستند که به سراغ ما می‌آیند. ولی از آنجا که جز انجام وظیفه حاصل از عشق منظوری نداریم، ما را از ویروس‌ها هراسی نیست. شیوه نگرش نگارش ما. کار ما در این نشریه کاملا تجربی، خودشناسانه، فطری، عرفی، بشری و جهانی است و تماما برآمده از تجربه و تحقیق و آزمون موفق ما در تمام عمر بوده است که کل عمرمان را بی کم و کسر با خود برده است. لذا نگرش و نگارش ما امری کاملا خودجوش و خود آموخته است و از هیچ فرقه و مکتب خاصی پیروی نمی کند، هرچند که از همه دستاوردهای برحق حکمت و عرفان و علم جدید بهره می گیرد و از همه مکاتب و مذاهب قدیم و جدید و شرقی و غربی و اسلامی استفاده می کند و دارای هیچ تعصبی نیست و بی هیچ جناح سیاسی و عقیدتی هم کمترین بستگی نداشته و ندارد، که این ادعا به زودی بر همگان آشکار خواهد شد. و درست به همین دلیل این نشریه کاملا بکر و خام و نیز دارای نواقصی فراوان خواهد بود که اساسا فنی هستند و ما اهل فن نیستیم. به عنوان یک مکتب یا فلسفه، ما پیرو به اصالت معرفت نفس یعنی خودشناسی هستیم و به تجربه و آزمون یک عمر تلاش عاشقانه و قمار بازانه دریافته ایم که به یاری خودشناسی حتی به آسانی و معجزه آسان میتوان بر سرطان و ایدز و اعتیاد و جنون و فقر و فساد و بحرانهای روانی و اجتماعی فائق آمد.
بنابراین نشریه ما به همان میزان که عقلانی و تحلیلی و فلسفی و عرفانی است، تماماً کاربردی و درمانی است و هیچ تفاوت ذاتی بین یک بیمار جسمانی و روانی و یک ناهنجاری و بنبست اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نمی بیند و انسان را به عنوان یک موجود واحد و روحی یگانه مورد ملاحظه قرار می دهد. از این روست که ما نام این مکتب را عرفان درمانی نهاده ایم، یعنی درمان همه امراض جسمی و روانی بشر از طریق خودشناسی، و ما این را در عمل اثبات نموده ایم. ما دو تن طبیب هستیم که در جریان عشق به درمان دردهای خلایق به بنبست‌های ذاتی علم پزشکی رسیده و آن را فهمیده و در نوردیده و به حکمت راه یافتیم و در درک بنبست‌های ذاتی علوم و فنون مدرن و رهایی از آن به معرفت نفس یا عرفان رسیدیم و در فهم مسائل لاعلاج عصر جدید و علم زمانه به کشف آخر الزمان نائل آمدیم و به ناگاه با جهانی تماماً قرآنی روبرو شدیم و همه معارف و اسرار و روایات دینی را در نقد جهان مدرن به عینه دیدیم و باور کردیم که به قول قرآن به راستی که دین هر آن واقع است. در حقیقت ما دین را به عنوان واقعیت جهان و انسان کشف کردیم و عرفان یعنی خودشناسی را به عنوان تنها راه فهم این واقعیت و حکمت، به عنوان تنها راه نجات از بنبست‌ها و دردهای این دوران یعنی آخر الزمان. ولذا نام این نشریه یک نام واقعی است و نه سمبولیک و شاعرانه و تبلیغات، که به معنای آخر الزمان یا قیامت است. فلسفه ما به توفیق الهی و به یاری همه دوستان معرفت قصد داریم که این نشریه را همچون یک دائره المعارف عرفانی آغاز و استمرار بخشیم و همه مقالات آن را همواره در رایانه در اختیار همگان قرار دهیم. در واقع این مجله است که هرگز هیچ شماره ای از آن تمام نمی شود و یک کتاب ادامه داری می باشد. به لحاظ موضوع هیچ پدیده ای در جهان نیست که در قلمرو به این نشریه نگنجد، ولی بینش ما خودشناسی است، چرا که عرفان از نظر ما چیزی جز خودشناسی نیست. شناخت جهان و جهانیان و شناخت خداوند در خیشتن خیش و نیز شناخت خیشتن در جهان. این سخن اول و آخر همه عرفانهای جهان بوده است. بدین ترتیب نشریه ما دارای روحی تماماً خود انتقادی است، چرا که به قول عرفای ما 999 منزل از 1000 منزل معرفت همانا شیطان شناسی است و آخرین منزل آن حقیقت و خداست. پس اگر روح حاکم بر این نشریه تماماً نقد و نفی و ابطال باشد، به مثابه قلم رو به لا اله می باشد که روی در روی الا الله قرار دارد. پس واضح است که نقد و نفی ما هیچ ربطی به امیال انقلابی و نیهیلیستی ندارد. به لحاظی دیگر این نشریه یک دائره المعارف پدیدار شناسی بر بنیاد معرفت نفس است، ولذا منطق حاکم بر آن نیز یک منطق سقراطی و کاهش منطقی است، بدان گونه که در عصر جدید ادموند هوسرل از آن دم زده است. بدین لحاظ است که این نشریه یک نقد دائمی در قلمرو به الفبای باورها و فرهنگ‌ها و پدیده‌های عصر ماست، نقدی بر اصول و ارکان بدیهی فرهنگ و تمدن بشری. هدف دیگر ما در این نشریه ساده‌گویی و امی‌نویسی و نگارشی دیالوگی و دیالکتیکی می باشد. فقط راز این روش همانا تعین متافیزیک در فیزیک است، به قول مارتین هایدگر، و تعین قرآن در جهان، به قول دکتر علی شریعتی.
و این همان نمایش قیامت در مادیت جهان است، در عرصه آخر الزمان که بر آستانه آخرت و غیب جهان قرار گرفته ایم و رضا گویی که در پایان دنیا هستیم و قلمرو بنبست ها و ابطال های اصولی. پس نشان دادن حق ابطال از اهداف ماست، حق آنچه هست و رخ می نماید و نه حق آنچه باید باشد، و این همان نشان دادن بایستی در هستی است. زبان معرفت نفس زبانی جهانی است، زیرا همه انسان ها دارای نفس واحده هستند. بنابراین گفتگوی بین تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و باورها و مذاهب یکی دیگر از اهداف ضمنی این نشریه می باشد. در سنت عرفانی جهان خودشناسی دارای ذاتی خود برانداز است، چرا که دارای ذاتی به خود آورنده و تواب و تزکیه کننده است و لذا در هم شکننده غرورها و بانی تواضع و وحدت و محبت است، منتها نه وحدتی قرار دادی بلکه وحدتی ذاتی و معرفتی وجودی، محبتی قلبی و نه تقلبی، و این همان احساس دین واحد جهانی است و تنها راه رسیدن به فطرت دینی، چرا که رسول اکرم اسلام صلی الله می فرماید زین پس فقط رهروان خودشناسی به حقایق دین من نائل می آیند و آن را تصدیق می کنند. کلام آخرین که نشریه آخر الزمان یک نسخه جهانی خود درمانی برای همگان است و نیز یک نشریه هستی شناسانه و معرفت شناسانه، منتها به زبان عرفی و امی و سقراطی بر سنت همه عارفان واقعی که به روش انبیای الهی با زبان مردم عامه سخن می گفتند. مصاحبه ای با دکتر علی اکبر خانجانی. سوال: آیا شما با علم و پیشرفت‌های تکنولوژیکی مخالف هستید؟ جواب: من ماهیت هر چیزی را نشان می‌دهم و اگر در ماهیت چیزی شری مشاهده شد، من با آن شر مخالف نیستم بلکه هشدار می‌دهم، زیرا شر صورت دیگر خیر است. من شاهد و ناظر و نشان دهنده هستم، نه قاضی. سوال: وبلاگ شما اساساً بدبین و مأیوس و گزنده و تلخ است، چرا؟ جواب: همه خوشبین و امیدوار و بذله‌گو هستند، بگذار یکی هم به گونه ای دیگر ببیند و بگوید تا تعادلی پدید آید. سوال: دین شما چیست؟ جواب: من پیرو به دین خدا هستم و اگر عموماً از اسلام و تشیع سخن میگویم، بدان دلیل است که از این درب بر دین خدا وارد شدم. همانطور که زبان من فارسی است و از درب این زبان بر جهان منطق وارد شدم. سوال: شما دانش خود را از چه مکتب و فلسفه و یا استادی فرا گرفته اید؟ جواب: در این باره در یک زندگی نامه کوتاه در همین وبلاگ سخن گفتم، از مکتب معرفت نفس. سوال: وبلاگ شما با توجه به وسعت و عمق مطالب و تلاش شما مخاطبین اندکی دارد، چرا؟ جواب: اولا اینکه فقط 3 ماه از آغاز کارمان می‌گذرد و هیچ تبلیغ هم نشده ایم، و ثانیاً اگر هیچ مخاطب و بیننده‌ای هم نداشته باشیم، باز هم انجام وظیفه می‌کنیم و با خودمان حرف می‌زنیم در ملأ عام. سوال: زمزمه می‌شود که شما جادوگرید. جواب: این جادوی صدق و معرفت نفس و ایمان است. سوال: چگونه بیماران لاعلاج را درمان می‌کنید؟ جواب: به روش همدردی و همدلی و به واسطه همان جادو. سوال: آیا همه بیماران را شفا می دهید؟ جواب: صادقان و کافران منکر را.
دسته اول به واسطه صدقشان شفا می‌یابند و دسته دوم اگر از کفر خود توبه نکنند دوباره به همان مرض یا مرض بدتر مبتلا می‌شوند و این از اراده بنده کاملا خارج است. سوال: مقالات شما تقریبا همه رشته‌های علمی و تخصصی را در بر می‌گیرد، این چگونه است؟ جواب: هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت. سوال: آیا شما مرید هم دارید؟ جواب: من خودم در همه عمرم مریدی صدها نفر را نمودم. من بهترین مرید این دورانم. هر کسی هم که فکر کرده که مرید من بوده است خودش بهتر می داند که دروغ می گوید، البته اگر دیوانه نباشد. سوال: آیا شما از زندگی راضی هستید در حالی که نه هیچ دنیایی دارید و نه منصب و شهرت؟ جواب: من فکر می کنم که یکی از راضی ترین آدم های روی زمین باشم. سوال: آیا خود شما هرگز بیمار شده اید؟ جواب: من یک بیمار مادرزاد هستم و از بیماری خود نیز با تمام وجود ممنونم و هرگز به طبیبی هم رجوع نکردم. سوال: با اینکه هیچ یک از حدود 70 جلد کتاب‌های شما منتشر نشده است هنوز هم شبانه روز می نویسید، چرا؟ جواب: اول اینکه من در درجه اول خودم هرگز قلباً مشتاق انتشار آثارم نبودم. دوم این که نوشتن برای من مثل نفس کشیدن است و بدون آن می میرم. من می نویسم پس هستم. من قلم خدا هستم. سوال: چند سال است که شب زنده دار هستید؟ جواب: از 5 سالگی تا کنون. سوال: آدم ها یا شما را شدیداً دوست دارند و یا شدیداً نفرت دارند، چرا؟ جواب: هیچ کس نمی تواند مرا دوست نداشته باشد، زیرا من همه را دوست دارم، منتها برخی از دور و برخی از نزدیک تا به تحمل مرا دارند. سوال: چرا اکثر آدم ها در رابطه شما به سرعت احساس ناجیگری می‌یابند و کوس انالحق می‌زنند؟ جواب: زیرا من نظر بر ذات و حق وجود شأن دارم و خدای هر کسی را مخاطب می‌سازم و او را به خدایش متصل می‌کنم. سوال: نظر شما درباره سلسله های درویشی چیست؟ جواب: رهبران اکثر این سلسله ها را از نزدیک درک کردم. من هنوز درویشی ندیدم. سوال: آیا شما درویش هستید؟ جواب: من درویش نیستم، ولی کسی در من است که درویش است. سوال: آیا به نظر شما مهدی موعود یا مسیح موعود واقعیت دارد؟ جواب: آری، ولی نه در آسمان ها و نه در چاه، بلکه مثل یک آدم عادی در میان مردم زندگی می کند، ولی فقط انگشت شماری او را درک و تصدیق می کند. هرگاه تعدادشان به 300 و اندی رسید ظهور جهانی می یابد. سوال: آیا شما این موعود را هرگز در بیداری دیدار کرده اید؟ جواب: آری، من حتی خدا را هم نادیده نپرستیدم. سوال: آیا هدف شما از این وبلاگ چیست؟ جواب: آماده سازی برای ظهور ناجی آخر الزمان. سوال: در یک کلام به نظر شما امروز تعریف کافر و مؤمن چیست؟ جواب: مؤمن کسی است که در درجات به زنده بودن امام یا ناجی آخر الزمان به عنوان تجلی حق یقین دارد و شبانه روز در انتظار دیدار با ظهور اوست
و در این راستا از پای نمی نشیند. غیر از این کافر است، متعلق به هر مذهب و مسلکی. این حداقل ایمان است. سوال: نام مذهب شما چیست؟ جواب: امامیه، به معنای باور به تجلی پروردگار در یک انسان. زندگی نامه ای از سردبیر. من علی اکبر خانجانی، متولد 1334 در سنگسر، از استاد سمنان و از خانواده ای روستایی عشایری که پیرو دین اسلام و عاشق علی علیه السلام و آل اوست می باشم. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهم و دبیرستان را در شیراز و تهران و تحصیلات دانشگاهی را در آمریکا و آلمان سپری نمودم. پروردگارم مرا از کودکی با خودش آشنا نمود و هدایتم فرمود. بنابراین از تحصیلات مدرسه‌ای جز سیر و سلوک در آفاق و تماشای خلایق چیزی نصیبم نشد. چیزی از جنس علم حقیقی در آن مراکز نیافتم و بلکه آن مراکز را کانونهای جهل مرکب یافتم. هرچند که حدود 10 سال از عمرم را در علوم انسانی و تربیتی و درمانی صرف نمودم، ولی جز لا اله ندیدم و لذا پشتوانه محکمی برای الله گردید که در معرفت نفس و سیر و سلوک الله نصیبم گشت و از اهالی دین و قرآن و عرفان شدم و حکمت الهی را به حد نیازم یافتم و به خدمت خلایق گماردم، که البته در این خدمت جز اجابت نصیبم نگشت که از غایت محبت پروردگارم بود که مرا به سوی توحیدش رهنمون فرمود. خلاصه این که هیچ کتاب و مدرسه و استادی مرا نیاموخت و هرچه یافتم از سر دولت دین محمد صلی الله و عشق علی علیه السلام و نفس مسیحایی و حکمت قرآنی و از کار الهی بوده است و عرفان مولانایی. ولی همه اینها اجر عشق من به خدمت مردمان است از جانب پروردگار عالمیان. و اما علاوه بر این، از خلایق و توده های رنج کشیده و دردمند این مرز و بوم چیزها آموختم که در هیچ مذهب و مکتبی نبود. همه آنها پیرو به مراد من هستند. اما یک نفر دیگر بود که در سرآغاز جوانیم با مرگش مرا زنده ساخت و در تمام عمرم با وی محشور بودم و یار غار من است، و او دکتر علی شریعتی است که انسانی زیباتر از او ندیدم. بزرگترین مکاشفه من در قلم رو به واقعیت قیامت بوده است و بدین گونه است که در خدمت شمایم و از آن دم می زنم. چرا اینقدر رکیک می نویسیم؟ برخی به ما انتقاد دارند که چرا رکیک و خارج از آداب می نویسیم. پاسخ ما این است که اولا حقایق همواره چاره‌ای جز رک بودن ندارند و رکیک شدن از رک بودن است و همه آثار ماندگار جهان معرفت کمابیش این گونه‌اند. حکایات مثنوی مولوی یک نمونه مشهور و جهانی است. و دوم این که در عصر رسوخ ماهواره‌ها و پورنوگرافی در اعماق خانواده‌ها دیگر عصر ادبیات ملوس و تعارفی سپری گشته و نمی‌تواند در خدمت بیان حق باشد. و ثالثاً این که در عصر کرختی اعصاب و روان و پوچی اندیشه‌ها، رکگویی و رکیک نویسی نوعی داروی ضد بیهوشی است. علاوه بر این، رسالت قلم ما اندکی بیشتر از درس و مشق مدرسه است. برای خود ما نیز این نوع سخن گفتن تلختر است و دشمنان حقیقت را به دست خود بر ضد خود مسلح می کنیم و خود را سپر بلای حق می سازیم. به هر حال منطق عرفانی به مانند جراحی و تشریح قلب و مغز و وجدان می باشد و لذا اندکی بی حیا می نماید، مگر این که در خدمت عشق به حقیقت و اشاعه تقوا باشد.
در فاحش خانه جهان نمیتوان جانماز آب کشید. پاسخ به یک نامه: آیا شما دشمن تمدن هستید؟ سوال: از مقالات شما به وضوح درک می شود که شما دشمن تمدن و مدرنیزم و همه فرآورده های جدید بشر هستید. علم، تکنولوژی، مبارزه، آزادی، دموکراسی، هنر، رفاه و مدرنیزم. آیا واقعا منظور شما از این جنگ چیست؟ بدون تردید در این جنگ رسوا و منزوی خواهید شد و احدی شما را تصدیق نخواهد کرد. این واقعیت را تا همکنون نیز شاهد بوده اید. پس چرا دست از این کار بر نمی دارید؟ هدف شما چیست؟ آیا این جنگ با کل بشریت نیست؟ جواب ما: اولا از صداقت و شهامت شما در طرح مسئله ممنونیم، زیرا این مسئله در ذهن هر خواننده ای پدید می آید که تا کنون مطرح نشده است. ثانیاً ما در آن واحد خیر و شر هر امری را نشان می دهیم و اگر اکثراً به شر امور می پردازیم، بدان جهت است که دیگران مشغول پرداختن به خیر امور هستند و اکثر مردمان بر اساس همین امر است که به شر مبتلا شدند. ثالثاً ما حتی در ناحق ترین امور هم نهایتاً حقش را آشکار می کنیم که همان حق ابطال است. رابعاً فرق ما با دیگر تحلیلگران در این است که شهامت تردید نمودن در بدیهیات و مقدسات این تمدن را داریم و دیگران در دلشان ما را به طرزی جنون‌آمیز جسور می دانند. چه بسا معتقدند که اینها اسرار است و نباید گفت. آنچه که می گوییم حرف دل همه و توضیح واضحات است و همه قلبن ما را تصدیق می کنند، حتی خود شما. شاید مسئله شما این باشد که چرا اصولاً بایستی دردی را که درمان ندارد مطرح نمود و نمک بر زخم پاشید. و نکته آخر این که حقیقت هموار تلخ بوده است و تلخترین بچه آن در قلم رو به خود آگاهی آشکار می شود، ولی با پذیرش و تصدیق آن شیرین می گردد. آدم تا چیزی را قبول نکند اصلا نمی تواند آن را فهم نماید. بنابراین شاید هیچ کس به اندازه ما واقعیت جهان مدرن را قبول نکرده باشد. جنگ ما با جهل است، نه با واقعیت. پاسخ یک نامه: چرا آدرس مرجع نمی دهید؟ سوال: چرا نقل قولهای شما در مقالات مستند نیستند و آدرس مرجع را نمی دهید و فقط به طور ضمنی مفاهیم را عرضه می کنید که چه بسا استنباط شخصی شما از سخنان بزرگان است؟ جواب: اولا در مقاله نویسی چون این سنتی رایج نیست و امر واجبی محسوب نمی شود، آن هم مقالاتی 10 سطری. ثانیاً اساس کار ما کلاسیک و تحقیقاتی نیست و ما در قلم رو به علوم منقول کار نمی کنیم، بلکه اساس کار ما توسعه علوم منقول است، آن هم از نوع عقل ناب که همان معرفت نفس است. و اگر هم گهگاهی نقل قولی می کنیم برای اثبات ادعای خود نیست، بلکه برای تصدیق آن سخن منقول است. بنابراین بر فرض هم استنباط ما از سخنان بزرگان کاملا شخصی و تفسیر به رأی باشد، باز هم هیچ خدشه‌ای به آن شخصیت و سخن وارد نمی کند، زیرا ما همان مفاهیم ادعا شده را ملاک قرار می دهیم و نهایتا به تصدیق آن سخن یا شخصیت می انجامد و نه تکذیب. ثالثاً کار نشریه ما مفهوم سازی است و مکاشفه و تصدیق حکمت است و نه صدور احکام شرعی یا حقوقی و قضایی.
رابعاً، اکثر نقل قولهای ما از مراجع دینی در قلمرو به فرهنگ مردم ما معروف هستند و ما عمدتاً بر محکمات دینی و معرفت استناد می‌کنیم که جزو بدیهیات باورهای عقلی و دینی ماست. لذا نیازی به ذکر آدرس دقیق مرجع نیست. خامساً، اگر هر کسی در درستی نقل قول ما تردید دارد و این مسئله در نظرش اهمیت دارد، برود و آدرس دقیق را پیدا کند تا راستی یا ناراستی نقل قول ما را اثبات کند، که بسیار به ندرت کسی مبادرت به چنین امری می کند و ای کاش که بکند. که امروزه با وجود این همه مراجع متنوع کلاسیک و رایانه‌ای چنین کاری بس آسان است. سادسن، یکی از اهداف نشریه ما همانا امی کردن و عامی نمودن و عرفی و دموکراتیزه کردن معارف دینی است تا وارد گویش روزمره مردم شود و حجت منطق گردد و هر کسی برای حجت آوردن یک آیه یا حدیثی مجبور نباشد حافظ قرآن و متخصص علم حدیث باشد. و در حال نقل قول حتما کتاب مرجع را هم باز کند تا مخاطب باور نماید. متدین است که می‌خواهیم معارف قرآنی و حدیثی را معقول نماییم و برای اثبات درستی آن عقل را سند قرار دهیم. هدف ما معقول کردن دین است و لذا عمدن این قاعده کلاسیک مدرن را نادیده می‌گیریم. همانطور که مدارس دینی به همین دلیل موجب جداسازی دین از زندگی روزمره مردم بودند. تا مردمان همواره برای ابتدایی ترین مسائل دینی خود محتاج به متخصصین باشند و اعتبار و عظمت نادرست این تخصص تا ابد حفظ شود، آن هم به بهانه حفظ دینی. پاسخ به یک نامه: چرا اینقدر بدبین هستید؟ سوال: آقای سردبیر، شما که عالم و آدم را تکفیر و لعنت می کنید، چگونه خودتان در چنین جهانی زندگی می کنید و به واسطه آن پیام می دهید؟ ممکن است این معما را روشن کنید؟ جواب: اولا اینکه شناخت واقعیت های زشت به معنای تکفیر نیست، زیرا تکفیر دارای حکم است و ما فقط به واسطه معارف دینی معرفی می کنیم و نظر شخصی خود را مثل هر آدمی ابراز می داریم. این که طبق کلام خداوند اکثریت بشریت از اهالی دوزخ است که بنده هم یکی از آنان هستم، تقصیر بنده نیست. ثانیاً، تقریبا در همه مقالاتی که ارزیابی رخ می دهد همواره از ضمیر ما استفاده می کنم و خود را هم عموماً در جناح بدها قرار می دهم و این هم تعارف نیست. و نیز این که هر کسی یا چیزی را لعنت نکرده ایم، چرا که آدمی حتی حق ندارد شیطان را لعنت کند، به قول قرآن، بلکه خداست که هر مخلوقی را که بخواهد لعنت می کند. آدمی باید از شیطان فاصله بگیرد. اصلا کسی توان لعن کردن را ندارد و کلمه لعنت یکی از منفعل ترین واژه های بشر است و واژه ناحقی هم می باشد. ما فقط لعنت شدگی ها را نشان می دهیم. و نیز این که استفاده از همین شرایط و امکانات کافرانه برای اشاعه معرفت هیچ منافاتی با حق ندارد. اصلا کل دنیا به زعم قرآن تماماً بازی و بازیچه و فریبنده است و انسان باید تا حد امکان از آن فاصله بگیرد، ولی در این حال در دنیا زندگی می کند و اتفاقاً در همین دنیای بعد افشاندن بذرهای حقیقت و رویاندن آن بزرگترین عشق و هنر است. خداوند می فرماید کافران در دوزخ از فرط عذاب ایمان می آورند. پس در دوزخ هم می توان خدا را یاد کرد که واجب ترین یادهاست.
و نیز این که ما همواره حق ابطال را هم نشان می دهیم و این از ویژگی کار ماست و از خصیصه پدید شناسی عرفانی است. پس لعنتی در کار نیست. در قلمرو خوشبینی مدرنیزم، بدبینی موجب تعادل است. اگر دوران دیگری می بودیم، خوشبینانه تر سخن می گفتیم. بدبینی موجب احتیاط است و ما در عصر بحران به سر می بریم و احتیاط واجب است. پاسخ به یک نامه: شما چه کاره اید؟ از ما سؤال می شود که بالاخره نفهمیدیم که آیا شما فلسفی هستید یا عرفانی، فقهی هستید یا کلامی، علمی هستید و یا اخلاقی، مذهبی هستید و یا لائیک، پزشکی هستید و یا روشنفکری، حوزه‌ای هستید و یا دانشگاهی. پاسخ ما این است که ما همه اینها هستیم و نیستیم. عرض ما این است که نکات بدیهی همگی حوزه های اندیشه را به میدان عمل زندگی روزمره وارد کنیم تا خود را از خلأ این بی‌معنایی و بی‌هویتی و درماندگی و بدبختی های لاعلاج برهانیم. اصولاً چرا می‌بایستی متعلق به یک کلیشه و عنوان استاندارد یا تاریخی باشیم؟ آیا نمی شود چیز دیگری بود و اندیشه و علاجی غیر از عادات و تبلیغات رایج عرضه نمود؟ آیا همه چیزهای تازه حتما بایستی مارک غربی داشته باشد و یا حتی هندی؟ شما می توانید ما را هم التقاطی هم بخوانید. به هر حال ضرری به کسی نمی رسانیم و مدعی هیچ حرفه و حزب و قدرتی هم نیستی. قرآن کریم می فرماید که از مؤمنان برخی هستند که بهترین حرف ها را از هر مکتب و مذهبی می گیرند و اینان هدایت شدگان هستند. حالا این بیان قرآنی می تواند مترادف با التقاط و اختلاط باشد که امروز متهم و محکوم است. به ما می گویند شما هر پدیده ای را در آن واحد هم نفی می کنید و هم اثبات. این تناقض و پوچیگری و سرگردانی می آورد. ما می گوییم که هر حقی منجر به ابطال می شود و هر باطلی دارای حق ابطال است. این پوچی نیست، بلکه جهان بینی و جامع بینی و دیدن هر دو روی سکه واقعیت است. این نگاهی از ورای نفی و ضرر است و ورای بهشت و دوزخ. به ما میگویند از حرفهای شما هیچ راه و حل و چه باید کردی حاصل نمی شود. ما میگوییم چه باید کردی که ما عرضه می کنیم اراده به فهمیدن تمام و کمال و همه جانبه امور است. ما پیرو به مکتب عرفان علی علیه السلام هستیم که بی معرفتی را علت برپایی دوزخ می داند. ما معتقدیم که یک بار هم که شده بیاییم و فهمیدن را برای فهمیدن بخواهیم و برای معرفت به خودی خود حقی فراسوی خیر و شر قائل باشیم و عرفان یعنی مکتب اصالت معرفت، یعنی معرفت برای معرفت. و تازه عصر بهشت پرستی علمی به سر آمده است، زیرا از بطن علوم مدرن است که دوزخ آشکار شده است. پس بیاییم و این راز را فهم کنیم. مراجع مقالات این نشریه: همانطور که قبلا متذکر شده ایم، مجموعه بی پایان مقالات این نشریه که به صورت یک اثر دائره المعارفی تقدیم شما می شود، برگرفته از مجموعه تألیفات و تحقیقات این جانب طی 30 سال اخیر می باشد که حدود 70 جلد کتاب است که برخی از آنها در سایت مؤسسه عرفان درمانی معرفی شدند.
عدم موفقیت این جانب در کسب مجوز انتشار آثارم منجر به توفیقی بزرگتر شد تا مجموعه آثارم را به صورت مقالات مختصر و مفید به طور رایگان و آزاد در اختیار مردم قرار دهم که برخی از آنها را هم به زبان انگلیسی در سایت عرضه داشته ایم و تصمیم داریم تا به سایر زبانهای دیگر از جمله عربی، روسی و آلمانی هم به این کار مبادرت نماییم تا این تجربه انسانی در خدمت کل بشریت قرار گیرد. با این حال به اهتمام یکی از همکاران و علاقمندان یعنی خانم دکتر میرشاهی بخشایی از آثار این جانب در 4 جلد کتاب منتشر شده است که عبارتند از ماده وجود، خودآموز تربیت عرفانی، مالی خوریای پزشکی و معنای وجود که علاقمندان می توانند این کتب را به واسطه تماس با ما تهیه فرمایند. علاوه بر این حدود 40 ساعت درس های خودشناسی در مسائل گوناگون به صورت CD صوتی تصویری وجود دارد که مباحث این جانب می باشد که به زبانی عامیانه تر و قابل استفاده برای همگان است. این CD ها نیز در سایت مؤسسه معرفی شده و از هر کدام چند دقیقه‌ای به واسطه اینترنت قابل استماع می باشد که برای تهیه آنها نیز می توانید با ما تماس بگیرید. در باب عرفان درمانی مصاحبه با دکتر علی اکبر خانجانی. سوال: قبل از هر چیزی سؤالی را مطرح می کنم که شاید سؤال همه مخاطبان شما باشد و آن این که چرا هر امری را به رابطه زن و مرد نسبت می دهید؟ جواب: زیرا کل بقای بشر بر روی زمین و تاریخ تمدن بلاواسطه از این رابطه برخاسته است و از این رابطه تغذیه می شود و با نابودی این رابطه هم تمام می شود. پس رجوع دادن هر امری به این رابطه به معنای رجوع دادن هر امری به بود و نبود است، همانطور که اساس فلسفه ما هم بر بود و نبود قرار دارد. به علاوه همه می دانند و می بینند که راست می گوییم، فقط در حیرتند که چرا تا قبل از این خودشان متوجه نشدند. سوال: به راستی چرا خودشان متوجه نشدند؟ جواب: به 3 دلیل، یکی عدم شهامت و دیگری عدم یقین و سومی هم کبر و غرور. آدمی نسبت به خودش کور است، وگرنه خدا را که از رگ گردن به انسان نزدیکتر است در میافت. آدمی عمدتاً در جستجوی نخود سیاه، آن هم در آسمان است. این همان راز کفر بشر است که انتها ندارد. سوال: اگر کسی بخواهد به راستی برای رفع مشکلات و بیماریش از شما یاری جوید چه باید بکند؟ جواب: نخست باید یک سیر کامل در مقالات این نشریه بنماید و روح کلی آن را درک نماید و سپس بایستی به بخش تخصصی و طبقه بندی شده رجوع نموده و در مقالات آن بخش که مربوط به مسئله اوست دقت و تأمل بیشتری نماید. تا همینجا اساس درمان پدید آمده است و اگر فرد صادق باشد راه نجات را پیش روی خود می‌یابد. در غیر این صورت می تواند با ما تماس بگیرد از طریق ایمیل و سپس اگر لازم بود تماس تلفنی و باز هم اگر ضروری بود حضوری. سوال: برای شفای عرفانی چه شرایطی باطنی لازم است و آیا این شرایط بایستی پیشاپیش موجود باشد و یا شما پدید می آورید؟ جواب: عرفان درمانی در یک کلام یعنی ایمان درمانی، دل درمانی، خدا درمانی و در بیان دیگر یعنی عقل درمانی و دین درمانی. رجوع کنندگان به طور کلی چند دستند: ضد دین ها، بی دین ها، دینداران مردد و مؤمنان.
حتی مؤمنان هم برای حصول ایمان خود نیازمند یک آیینه اند، همانطور که مؤمن آیینه مؤمن است و بدین گونه به سهولت شفا حاصل می شود. سخت در این جنبه از کار ما با دینداران مردد و مزبزب و ریایی و منافق است که از فرط خودبینی احساس قداست هم دارند. کار ما با بیدین ها بسیار آسانتر است، زیرا هیچ ادعایی ندارند. و اما ضد دین ها نیز چه بسا به طرزی معجزه آسا شفا می‌یابند تا ایمان آورند، اگر آورند که به راه هدایت می آیند، و در غیر این صورت بیماری و یا مشکل دوباره به آنان باز می گردد و چه بسا سخت تر. سوال: آیا عرفان درمانی خود یک هدف است و یا یک وسیله؟ جواب: از نظر بنده هم وسیله و هم هدف. هدف است از جنبه معرفتی آن، زیرا ارزشی برتر از معرفت نیست، ولی از جنبه درمانی وسیله است در خدمت احیای ایمان و عقل و معرفت و هدایت. آدمی بالاخره می رود. سوال: برخی معتقدند که عصر معجزه‌گری به سر آمده است و این ادعاها تماماً گزافه و فریب و تلقین است و مثل هیپنوتیزم درمانی امری موقت می باشد. ولی برخی دیگر عرفان درمانی را پدیده ای مثل سایر درمانی ها و از جنس جادوگری می دانند. نظر شما چیست؟ جواب: عصر اصالت معجزه به نیت ایمان آوردن مردم به طور کلی و تاریخی به سر آمده است و به علاوه همانطور که قرآن مکررن می فرماید هیچ فردی و گروهی به واسطه معجزات ایمان نیاورده و بلکه کافرتر شده است، الا برای افرادی که به راستی هنوز هم در آخر الزمان در دوره جاهلیت به سر می بردند و گویا از کل تاریخ دین عقب مانده اند و چون این کسانی هنوز هم وجود دارند و با ناباوری من با برخی از آنان روبرو شدم که به راستی هنوز دارای خلقت انسانی و صاحب روح نبودند و فقط جانورانی مدرن بودند. برای بشر آخر الزمان بیش از هر زمانی محتاج معجزه است، زیرا از انسان هر دورانی رنجورتر است و به همین دلیل ظهور ناجی آخر الزمان عرصه پیدایش بیشترین و محالترین معجزات خواهد بود. ولی معجزه در این دوران فقط ارزش معرفتی دارد و هر حادثه‌ای به مثابه دربی به جهان علوم حقیقی و ماورای طبیعی می باشد. به همین دلیل ما نام این مکتب را عرفان درمانی نهاده ایم، یعنی درمان به واسطه عقل و معرفت، نه دوا و فوت و فن. این نوع معجزه به راستی معجزه‌ای بدی و بسیار کم سابقه و کم نظیر بوده است و جز در نزد عارفان بزرگ سابقه ای ندارد و ما قصد مردمی کردن آن را داریم به یاری حق. سوال: در یک کلام، آیا تا کنون موفق بوده اید؟ جواب: آری، ولی همه موفقیت های ما تا کنون در حد یک مقدمه بوده است و به مثابه موفقیت کارگاهی و آزمونی بوده و موفقیت بیرونی انشاءالله بسیار نزدیک است و در این امر تردیدی نداریم، وگرنه تمام حیات و هستی و جان و تن و دل و روح و ماده و معنای خود را در این راه فدا نمی کردیم. سوال: آیا در این راه یارانی هم داشته اید؟ مربی چطور؟ جواب: سوال بسیار مشکل و پیچیده است. آری و نه. مربی من جز خدا و عشق به انبیا و اولیا و عرفا و آتش التیام رنج های مردم و داغ ننگ جهلی که به عنوان یک مسلمان بر خود حمل می کنیم نبوده است. و اما مردمان و به خصوص درماندگان و اشقیا و تبهکاران مهمترین مربی من بودند.
و اما گهگاهی افرادی به عنوان دوست در اطراف من بودند که یا به دلیل گرفتاری هایشان بوده و یا کنجکاوی ها و یا به نیت دزدی فوت و فن به قصد دکانداری. هنوز کسی را که عشق این راه را داشته باشد نیافته ایم و در یک کلام به قول حافظ، ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم. و بسیاری از آنان چون خاری در چشم و استخوانی در گلو و ماری در آستین و موشی در خانه ام بودند و زخم ها زده و رفتند. من خدا کافی است را در لحظه به لحظه زندگی تجربه کردم. زندگی من یک قمار هزاران تو بوده است و با این حال از همشان ممنونم و همه را دوست می‌دارم و نمی‌توانم که دوست ندارم، زیرا جملگی فرستادگان حق بودند و مرا بیدار کردند و رفتند. خدا اجرشان دهد. همه از پشت چنان به من تیغ کشیدند که تا خود خدا دویدم. سوال: ببخشید از بحث اصلی دور شدیم. این سوال من به قدری خصوصی است و می توانید جواب ندهید. آیا در زندگی شخصی و دنیوی خودتان موفق و راضی بوده اید؟ جواب: آری و نه. آری بدین معنا که حتی به لحاظ زندگی دنیوی و خصوصی هم نیز هرچه دیدم کسی سعادتمند تر از خودم نیافتم. نه بدین معنا که انتظار این همه جفا را به خصوص از کسانی که آنقدر دوستشان دارم و برای کمک به آنها از همه چیزم گذشتم نداشتم، ولی البته حالا میبینم که میبایستی میداشتم. آن موقع که نداشتم جاهل تر بودم. سوال آخر: آیا عرفان درمانی چه ربطی به انقلاب اسلامی دارد و انتظار شما؟ جواب: عرفان درمانی فرزند خلف انقلاب اسلامی است که فعلا کودکی قنداقی است و امیدواریم زین بعد مسئولین ما را یاری دهند و یا لااقل مانع نشوند، ولی انتظاری نداریم. تجربه عرفان درمانی من: عرفان درمانی هم به لحاظ اسم و هم رسم و آداب و اصول و روش یک تجربه و مکاشفه کاملا خصوصی و منحصر به فرد من بوده است و این است که بسیاری از من درباره منبع و مراجع علمی این مکتب سوال می کنند و این بزرگترین مسئله اکثر آدم ها در رابطه با کار درمانی من است، به خصوص که این درمان را بدون هیچ مزد و منتی انجام می دهم که به تدریج به سوی سوء زنها می رود و این که اصولاً چرا کسی بایستی به رایگان مردم را شفا دهد. آنچه که مرا به کشف این مکتب نائل ساخت عشق من به خدمت مردم و علاج دردها و بدبختی های آنها بود. این عشق مرا تا سرحد همدردی و جانشینی مردم رسانید تا بتوانم به جای مردم درد بکشم. این درد کشیدن زمینه روحانی عرفان درمانی برای من است و کسی که نتواند به چنین مقامی از همدردی برسد نمیتواند این علم را به کار گیرد و این مکتب به او جوابی نمیدهد. لذا بسیاری با تقلید از آداب و سخنان من تلاش نمودند تا این مکتب را تبدیل به دکان نمایند، ولی موفق نشدند و نهایتاً آن را منکر شدند و تهمت ها نثار بنده نمودند. در نخستین مراحل این تجربه تلاش نمودم تا به طور رسمی و تحت شعاع حمایت های دولتی این علم را در سطح کشوری به کار گیرم، ولی به سرعت این اقدام مواجه با ده ها سوء زن و توقعات نامعقول از طرف مسئولین شد و مرا به انزوا کشانید تا به تنهایی شهر به شهر و در به در به یاری مردم بشتابم و دردهای بی درمان جسمی و روانی و خانوادگی و هویتی و اخلاقی مردم را علاج کنم. دزدان عرفان درمانی:
آن کس که خواست عارف شود نشد. علی علیه السلام. در انتقال عرفان درمانی و تلاش برای اشاعه حکمت توحیدی در زندگی عملی و جستجو برای یافتن مشتاقان این علم نو، مواجه با کسانی شدیم که همچون دزدانی بودند که به کاهدان زدند و جز رسوایی و عداوت نصیبشان نشد. آنان که پنداشتند معارف الهی همچون فوت و فنهای دنیوی است که هر کس آن را بیابد میتواند به مقاصد شوم خود نائل آید و مردمان را بنده عظمت این معارف خود سازد و از دین و عرفان دزدیده شده خود دامی برای دنیای شیطانی خود بسازد. بسیاری از آنها تا مدتها تظاهر به دین و معرفت و عفت نمودند تا به گمان خود ما را بفریبند و اسرار کار ما را بربایند. ما هم با نیک بینی آنها را پذیرفتیم. برخی از این دزدان از جماعت پزشکان ورشکستی مدرن بودند که به گمان خود به نزد ما آمدند تا به راز و رمز کار درمانی ما و جاذبه کلام ما در قلوب مردم آگاه شوند و آنگاه این فوت و فن را بدزدند و به احیای دکان ورشکستی پزشکی خود بپردازند و نیز هویت رسوا و مفتضح خود را با نقاب عرفان بپوشانند و در پس پرده معارف عرفانی به فسق و فجور و غارت مردم مشغول شود. ما نیز با توکل به خداوند مانع کارشان نشدیم و یاریشان دادیم تا شاید به خدایند و از درب صدق و حق جویی وارد شوند. برخی از دزدان مقادیری از آثار ما را دزدیدند، دکانی برافراشتند و کوس انالحق زدند و بساط ارشاد گستردند و کرامتهای تئاتری نمودند. برخی دیگر به تقلید روشهای درمانی ما پرداختند و برخی هم میمونوار به تبعیت از اتوار ما همت کردند، ولی همگی به سرعت رسوا شدند و لذا نهایتاً به انکار حقایق و معارف توحیدی و عرفان درمانی پرداختند و همچنین برای توجیه رسوایی و نفاق و دزدی ناکام خود ما را متهم ساختند تا همتای خود ساخته باشند. برای همه آنها از درگاه حق طلب